خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیان آرام. ساعت 1:30 نصف شب گذشته یه انفجار خیلی قوی تو ساختمان تراس پارک اتفاق افتاد، طبقه 8. متاسفانه فرد ساکن این طبقه به قصد نجات جونش از آتش سوزی خودش رو از ساختمون به بیرون پرت میکنه و خب کشته میشه. تمام ساکنین ساختمون دیشب تخلیه شدن و خوشبختانه سایر ساکنین آسیبی ندیدن. میدونید که چندین واحد این ساختمون رو ایرانی ها میشینن. صبح امروز یکی از هموطنامون که میبینه تعدادی از ایرانی ها پایین ساختمون تراس پارک منتظر نشستن، همه رو میبره رستوران خودش زیر ساختمون پریمیر. همشون گرم پذیرایی میکنن از همه و واقعا ازشون ممنونیم. به هر حال هر کسی یه چیزی میگه، یکی گفته کپسول گاز منفجر شده، یکی میگه تلویزیون بوده، یکی هم میگه بمب بوده و خرابکاری. به هر حال بهتره تا اطلاع پلیس هیچ اظهار نظری نکنیم. این رو هم بگم که ساختمون باز شده و ساکنین میتونن به ساختموناشون مراجعه کنن. رئیس اداره جنگلداری وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قبرس شمالی اعلام کرده پس از اعلام اداره هواشناسی مبنی بر افزایش دمای هوا در هفته جاری که به 45 درجه قراره برسه، هشدار قرمز رو تا روز جمعه 28 جولای نسبت به خطر آتش سوزی اعلام کرده. جراید قبرس جنوبی گزارش کردند برخی از افرادی که به عنوان گردشگر از کشورهایی مثل گرجستان و روسیه به قبرس جنوبی اومدن، از دولت این کشور بلافاصله درخواست پناهندگی سیاسی کردند. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 28 تا 39 درجه، نیکوزیا 27 تا 42، گیرنه 28 تا 39، لفکه 29 تا 39، پافوس 25 تا 38، لیماسول 29 تا 40، لارناکا 29 تا 39 و کارپاس 27 تا 29 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که خروچوف رئیس جمهور شوروی سابق تو سال 1959 گفته بود هر کسی که با حکومت کمونیستی مخالفه حتما دچار مشکل روانیه. شوروی تو کمتر از 45 سال تعداد تخت‌های روانی رو از 21 هزار تا رسون به 390 هزار تخت و حالا شاگرد کوچولوشون داره همون مسیر رو میره. روحیه خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.